خیلی از شما دوستان تفاوت تعلیق و شک و غافلگیری رو خواستید. من تو بحث قبلیم یعنی 12 مرد خشمین یه حدی توضیح دادم، گویا توضیح من کامل کافی نبود. سینمای امروز میام جلو برمیگردم، سینمای امروز اساساً بر شک استواره و بر غافلگیری، شک و غافلگیری، چون خیلی سطحیه و مخاطب رو بد تربیت میکنه. هر جایی که فیلم تعداد شکاش زیادتر باشه بیشتر انگار دوستان غیر حرفه‌ای فیلم بین خوششون میاد. این از عوارض سینمای امروزه که ما هم تو سریال های نمیبینیم هم تو فیلم ها. شک یا غافلگیری یک لحظه است. ما نمیدونیم مثلا پشت این در چیه چیه، وقتی میبینیم یه شک به اون دست میده، یه شک ناگهانی تمام میشه. ما با شک هیچ تجربه ای نمی کنیم و یک بار مصرفه. با شک نمیشه چیزی رو تجربه کرد، چون برای تجربه کردن ما نیاز به چی داریم؟ ما نیاز به همزاد پنداری مدام با کاراکتر داریم. کاراکتر نمیدونه، ما هم نمیدونیم، یا گاهی ما میدونیم و جلوتر از کاراکتریم تو اینکه چه اتفاقی قراره بیفته. پس چیکار میکنیم وقتی ما میدونیم؟ ما میزان در واقع همزادپنداریمون تشدید میشه و با کاراکتر پدیده رو تجربه میکنیم. اساسا سوسپانس یا تعلیق به نظر من تنها المانیه که اجازه به تجربه کردن جهان کاراکتر میده و تبدیل به تجربه ما میشه. فیلم های خوب تاریخ سینما عمدهشون با تعلیقن و این تعلیق چیکار میکنه؟ تعلیق یعنی چگونگی، شک یعنی چه؟ یه لحظه است. تعلیق ما هر بار که این فیلم رو میبینیم، هر فیلمی که تعلیق داره که رئیس تعلیق هم در سینما و نفر اول فیلمساز جهان هیچکاکه، که همه فیلمهاش از فیلمهای سادش ظاهرن مثل شمال از شمال غربی تا فیلمهای جدیترش مثل بیگانگان در قطار که به شدت تعلیق داره و هر بار که درسش میدیم یا میبینیمش و پای نقد میشینیم ببینیم چقدر تعلیق عجیب و غریبه، به خصوص 20 دقیقه آخر فیلم. یا توی بیگانگان در قطار تعلیق اون آدم روانی که قرار کسی رو بکشه، زن گای رو، توی صحنه مهمونی ما میدونیم این روانیه و قاتله، داره شوخی میکنه با یه پیرزن و هیچکاک هولناک به وضع رفتار میکنه. می؟ Oh, I'm not interested in murder. Oh, come now. Everyone's interested in that. Everyone has somebody that they want to put out of the way. دختری که شبیه زن کشته شده، عینکی و که دختر هیچکاک توی بک‌گراند دیده میشه و این دستاش داره رو گردنه پیرزن پولدار که داره میخنده لذت میبره، اول اینقدر کات های درستی داره که اونجا برای چندمین بار دیدن هم حراس آوره و ما تجربهش میکنیم و دختره با همین در همین سکانس متوجه میشه این قاتله، نوع فشار گردن پیرزنه و زوم روی چشمای دختره. من پیشنهاد میکنم این رو ببینید
و ببینید که تعلیق یعنی چی. یا سکانس آخر فیلم بیگانگان در قطار با اون در شهر بازی بچه ها، سوم اسب ها و دعوای بین خیر و شر، گای و برونو فوق العاده است. اصلا کهنه نمیشه و انگار که ما در اون شهر بازی داریم با بچه ها حال میکنیم و داد میزنیم و غیره، و سوم اسب هم رو سر ماست. این تعلیق اجازه به تجربه لحظه به لحظه ما رو میده. این یعنی فرم، این یعنی چگونگی. پس تعلیق چگونگیه و شک یا غافلگیری لحظه است، اساسا توی باکس چست. غافلگیری میتونه در دل تعلیق هم ایجاد بشه، یعنی ما یه سکانس پرتعلیق داریم و یه لحظه هم ممکنه توش غافلگیری داشته باشه که این میاد تو کنتکس تعلیق. بهترین مثال پلان به پلان متعلق به فیلم خرابکاری سابوتیج. سابوتیج صحنه عجیبی داره، صحنه که زن از سینما، چون تو سینما کار میکنه، شوهرش هم صاحب سینماست، شوهر قاتله، برادر زنم رو کشته با یه بمبی که داده بهش ببره، داره و از پشت میاد تو سینما. سینما داره یه فیلم، یه کارتون، یه انیمیشن پخش میکنه و مردم میخندن. این غمگینه چرا که برادرش کشته شده. اما انقدر این شخصیت معصومه که یادش میره لحظاتی برادرش کشته شده، با خنده ی آدم ها میخنده، آروم لبخند میزنه، بعد میشینه. اونجا یه توی پرده سینما بازی انیمیشن داریم که فوق‌العاده است دیگه، با یه تیرکمون یکی از این کلاغ اگر اشتباه نکنم دیگه اون یکی رو میزنه. این در یه نمای درشت و همه دارن میخندن. دوباره یاد مرگ به برادرش میفته، از خنده به غم بلند میشه، حرکت میکنه به سمت اتاق، میاد توی اتاقی که شوهر قاتلش نشسته و میخواد براش غذا سرو کنه. 20 خورده پلان داره این صحنه، یه سکانس کامل که این 20 خورده پلان لحظه به لحظه تعلیقه. زن در یک نمای مدیوم جلوش غذا هست و بشقابای غذا و یک کارد و چنگال. میز رو به آن میده، جای قاتل رو، یعنی شوهرش هم معین میکنیم که راست کادره، تو چپ کادر یه صندلی خالی هم هست که متعلق به برادرش. با کارد و چنگال بزرگ داره گوشت و سیب زمینی و اینا رو از توی ظرف اصلی هم داره میکشه برای شوهره. همینجور تو این نمای متوسط باز که این چاقو رو با چاقو داره این کار میکنه، غمگین هم هست، شاید تو ناخودآگاهش هم اینه که انتقام این استیو رو برادرش باید بگیره، میترسه. از بالا به پایین یه تیلت میکنه ایشکال، یه تیلت عجیبی که به نظر من این تیلت داون به نظر من بی نظیره در تاریخ سینما. دختره نمیدونه، ما میدونیم وضعیت رو، نمیدونه این چاقوی بزرگ میتونه وسیله قتاله باشه. از بالا به پایین که تیل داون میشه، انگار که ناخودآگاهه که داره به خودآگاهی میرسه، کارد رو پرت میکنه.
این چیه؟ این با یه تیلده اون این کارو میکنه هیچکاک. تعلیق در اوج خودشه. دوباره با ترس و لرز دستش هم جمع میکنه، کارد و چنگالو به دست میگیره. شوهرم متوجه میشه در جایی که نشسته، متوجه این حرکت دست میشه. توی کلوزاب نیمرخ سرخ شوهره وحشت میکنه، شروع میکنه به حرکت از این برمیز، از جلوی کات باید رد شه، برسه به دختر مانع این قضیه بشه. میرسه به زن. زن هنوز دستش چاقوه، سعی میکنه که گذاشته رو میز، یه لحظه گذاشته رو میز تو بشخاب، سعی میکنه که چاقو رو دستش بقاپه که زن زودتر بر میداره. چاقو دستشه، ما همه چیز رو میدونیم. دختره نمیدونه که میخواد شوهرشو بکشه. تو ناخودآگاه هم گفتم که چجوری این ابزاره ابزار قتله. شوهره جلوش قرار گرفته با یه فاصله خیلی کم، هر دو مدیومن، مدیوم شات. چاقو دست دختر است، قصد کشتن نداره چون قاتل نیست، برعکس شوهره. شوهره میاد جلو، دیگه از نامید شده که چاقو رو برداره، میاد جلو و چاقو به بدنش اصابت میکنه. مکسی که نور پردازی که هیچاک به چاقو میه در یک نمای این سرت خیلی خیلی دیدنی، انگار این ابژه است که تصمیم میگیره، نه دختره، یعنی نه زن که باید انتقام استیو رو بگیره تو ناخودآگاه، و چاقو فرو میره تو دهن این. یه آخ اول دختره میکشه، بعد شوهره. این آخ چیه؟ چقدر این عجیبه؟ شوهر به قتل میرسه، میفته، بعد شوهره، صداش در اومده، بعد از آخ دختره. انگار این چاقو به زن اصابت کرده، نه به شوهر قاتلش. این سکانس نمیشه، هیچ فیلمسازی نمیتونه همچین سکانسی بسازه، به طور مطلق هیچ فیلمسازی. این تعلیقه از ابتدای سکانس، قبل از اینکه وارد اتاق شه، از سینما که عرض کردم تا اومدن تو اتاقش و کشتنش بار. این هیچ کاکه، ما لحظه به لحظه این رو تجربه میکنیم. ما در تعلیق سرنوشت کاراکتر رو هم پیمان میشیم باهاش و تجربهش میکنیم. تو همین تعلیق یه شوک داریم، همون جایی که دختره داد میزنه، در لحظه که یک ثانیه بعد مرده مرده، جیغی که میزنه کوتاه خفه، جیغ خفه یه، این در واقع یه شوکه در دل این تعلیق. حالا ما این شوکه هم تجربه میکنیم، اما شوک به مسابقه شوک که فقط غافلگیریه، یک بار مصرفه و هیچ تجربه هم اجازه نمیده ما بکنیم.